زورگوی گروه های مافیایی اخاذی برخی از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی از چالش های جدی در برابر شهرداری هرات دانسته می شوند. غصب زمین های دولتی نیز از چالش دیگر در این اداره است. بر بنیاد گفته های شهردار هرات، شمار از مقام های دولتی زمین های دولتی هرات را در همسویی با گروه های مافیایی غصب کردند. روی این همه موارد، انجینیر فرهاد نیایش شهردار هرات در پرسپال کنونی با من حارث جمال زاده. آقای نیایش، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه پرسپال. میخوایم از صحبت های اخیرتان شروع بکنم که برخ از نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات متهم ساختن به خوازی از شرکت های پیمانکار در شهرداری هرات. میشه بگوین که هدف این نمایندگان چی است و در چی سطح هستند اینا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و بیننده های تلویزیون طولو نیوز. متاسفانه از وقتی که ما کار خود به ایس شهروال هرات شروع کردم، ما متوجه شدیم که یک سلسله از ادارات دولتی به انواع مختلف اینا از شهروالی باجگیری میکنن. و وقتی که ما کار خود شروع کردم، یک مبارزه جدی هم رو آغاز کردیم و کلا این مسائل قطع شد. اما بعضی مقایمت های تا به حال متاسفانه موجود است، خصوصا یک سلسله اشخاصی یک حلقه معدودی در شورای ولایتی که اینا به یک سیستم مافیایی باورمند هستند و به دنبال شفافیت و حسابدهی نیستند. و ما وقتی که متوجه شدم پروژه هایی که قبلا در شهرداری تطبیق می شده بسیار قیمت هایش بسیار بلند بوده، یعنی یک کیلومتر اسفالت شهری حدود 350,000 دلار قیمت داشته. و ما وقتی که پرسان کردم اینا، گفتن علتش اینه که ادارات مختلف با انواع و اقسام مختلف در وقت منظوری قسط ها، در وقت منظوری قراردادها و مسائل متاسفانه یک سلسله باجگیری های انجام میدن. یعنی آقای نیایش، چرا افرادی که در شورای ولایتی هرات هستن و چنین موارد دست دارن شما افشا سازی نمیکنید؟ یعنی گزارشی که چند روز قبل ما داشتیم، رئیس شورای ولایتی هم دایشی بود که شهردار هرات باید ثبوت و مدارکی که در اختیارش داره باید ارائه بکنه به رسانه ها و کسایی که در این موارد دست دارن اونا افشا شوه بر مردم. بله، شما ببینیم یک ده اشخاص شرکت های پیمانکار شهرولی را میخوان به دفاتر خود و بالای از اون فشار میرن، در صورتی که شما همین مقدار پول ما پرداخت نکنین، ما بعضی از مسائل در رسانه ها این مسائل رسانه ای میکنیم و موضوع به رسانه ها میندازیم و در پلو از او پروژه شما را بند میکنیم، به سارنولی از طریق ولایت معرفی میکنیم و شما یک وقت بسیار زیاده، حدود شاید چندین ما طول بکشه تا دوباره بیگناهی خود ثابت کنیم و در این مدت زمان شما مجبور هستین که یک مقدار زیادی پول هم به ادارات مختلف بپردازین تا بیگناهی خود ثابت کنید. یعنی در این موارد شما مدرک در اختیار دارین که نشان بده اعضای جامعه شورای ولایتی در این موارد دست دارن؟ مستقیما یک سند خو اخیرا به دست ما اومد که یک شرکت مستقیما عریضه و پیشنهاد خود به ما روان کرد که همین یک کیسی وجود داره که یکی از انجینیرهای فواد عامه ای کار کرده بود. در پلو از او این کیس شرکت ها از شورای ولایتی دارن و ما متاسفانه این مرعی به دفعه اول نیه که به این مسائل برخورد نکنیم. مستقیما خودمان به این مسائل به این فشارات حس کردیم که وقتی که ما دست رد به سینه این مردم زدیم، اینا با انواع و اقسام مختلف کوشش میکنن که پروژه ها یا بند کنن یا به جنجال بندازن یا مشکلات برایشان ایجاد کنن. ولی شهرولی ایراد یک خوبی داره که فعلا به یک موقعیت بسیار قوی قرار داره نسبت به یک سال گذشته و در مقابل از این مردم مبارزه میکنه. و ما خوشبختانه امسال وقتی که پروژه های شهری رو شروع کردیم به یک سیستم بسیار شفاف، یعنی قیمت پروژه های ما حدود 50-70% ارزان تر از پروژه هایی که در قبل از ما کار خود اونا انجام میدادن بوده. یعنی آقای نیایش، وقتی از توانمندی اداره شهرداری هرات صحبت میکنین، پس چرا کسایی که عملا در این شرکت ها و در این پیمان ها دست دارن افشا نمی‌سازین؟ پیشتر که شما اشاره کردین معلوم میشه که مدارک کافی هم در اختیارتان قرار داره. بله، یک موضوعی هست که در بخش افشا سازی از اشخاص ای یک تیمیه که در بخش رهبری شورای ولایتی کار میکنه، یک چند نفر معدوده و اینا رو کلش مردم ایراد میشناسن، واضح برای تمام مردم مشخصه و متاسفانه اینا همی کار ادامه دادن. ولی شهرولی هرات مصممه که با این اشخاص مبارزه کنه. یعنی وقتی میگن در رهبری شورای ولایتی، یعنی رئیس شورای ولایتی هم در این قضایا دخیل است؟ بله.
بله. پس چرا رئیس شورای ولایتی خودش ادعای از این را داره که مدارک شهردار هرات باید به رسانه ها افشا بسازد تا امو ملامت و سلامتی موضوع مشخص شود؟ شما چنین کار را نمیکنین؟ یعنی اونا خودشون طرفدار این موضوع هست؟ یک مدرک ما خو شریک ساختیم، متاسفانه هیچ نتیجه ای توال ندیدیم. یک شرکت مستقیما از یک انجینیر از شرکت پول خواسته، ما رو مستقیما به ولایت روان کردیم، نتیجه شو باشه ببینیم چی میشه که در پالو از اسناد دیگر ما ارائه کنیم. چیزی که واضح مشخص او اینه که این مردم علنا در روز روشن شرکت ها تهدید میکنن، باجگیری میکنن، اخاذی میکنن و پروژه های ما به انواع و اقسام مختلف به چالش میکشن و ما این اجازه نمیدیم. بیجون و یک مورد دیگه که شهروندای ولایت هرات میگن که رابطه شهرداری با ادارات دولتی هیچ گونه خوب نیست، یعنی دلیل از اینکه رابطه شما با ادارات دولتی خوب نبوده و هماهنگی نداشته چی بوده؟ این مسئله به شکل کامل من نمیتونم برای شما قبول کنم. ما وقتی که کار خود شروع کردم در هرات، ما در یک مقابل یک موج بسیار کلانه از یک سیستم بسیار مافیایی عمل کردم در خلاف جهتی که نه در حال حرکت. ما در هرات با چند ریاست بسیار معدود که در بخش سکتور شهری خدمات ارائه میکنن و کار میکنن ما بیشتر سر و کار داریم. دیگر ادارات دولتی هیچ مشکلی وجود نداره. امروز ایزنم که کار میکنیم به طور مثال امروز بعضی از شاید نظر به بعضی مشکلاتی که در بخش انکشافی و اصلاحات که وقتی میخوایم ما ایجاد کنیم بعضی تفاوت های سلیقه‌ای موجود باشه، ولی عدم نارضایتی رو به جون ما قبول نمیکنم. به طور مثال امروز شهرسازی ما بسیار به شکل نرمال کار خود انجام میدیم. امرای عراضی بعضی وقتا مشکلات داریم به خاطر از این نحوی که ما میخوایم کار کنیم تا اونا یک سلسله تفاوت های وجود داره. تفاوت در سلیقه ها و مسائل در ادارات دولتی یک چیز بسیار معموله. این ما نمیتونیم بگیم که این مخالفت. و مورد اخیر دیگه که آقای نیای شما مطرح کرده نیست که در حدود 11,000 جریب زمین شهرداری را برخی از مقامات دولتی در همسویی با گروه های مافیایی غصب کردند. میشه بگوین که این مقامات حکومتی کی هستند و در کدام ساحات این زمین ها را غصب کرد؟ ما یک در شاروالی هرات یک قطعه زمین داره در قسمت شرق شهر که این حدود 20,000 جریب زمین در بر میگیره. یک قسمت از زمین ها حدود 2,000 تا 3,000 جریب از در اختیار شاروالی قرار داره که شهرک ها اعمار کرده. احتمالاً حدود 3,000 تا 4,000 جریب زمین از فعلا در اختیار وزارت حج و اوقاف. متبقی از این زمین کلا غصب شده در دو طرف، طرف شمال و جنوب سرک. یعنی این زمین هایی که در طرف شمال و جنوب غصب شده از طرف کدام مقامات؟ اینا از طرف اشخاص غصب شده، ولی از طرف بعضی از ادارات دولتی با اینها تبانی و همکاری موجود بوده. یعنی من وقتی که متوجه شدم، من یک پیشنهاد کردم به ولایت که ما بیایم محدوده همین قباله مشخص سازیم که این چقدر جریب زمینه و قطعه بندی کنیم که چقدر ازی در اختیار شاروالی قرار داره، چقدر ازی در اختیار حج و اوقاف هست و باقی مانده ازی که اشخاص فعلا در تصرف خود داره، اینا رو بخوایم که چی نوع اسناد شما داریم، به چی اساس شما این زمین رو در اختیار خود قرار داره. متاسفانه ما با یک مقاومت بسیار شدید از توسط ریاست عراضی هرات مواجه شدیم. اونا مدعی ازی هستن که زمین ها زمین های شخصیه. شاروالی هرات از زمین ها قباله شرعی داره که ثبت دیوان محفوظه از 1324 و بعدا بعضی که این مسائل ما کمی بیشتر بالاش تاکید کردیم چند روز پیشتر، باز موین ریاست عراضی به هرات تشریف آوردن و ما همراهشون صحبت کردیم. اونا نظر داشتن که این قسمت زمین های شاروالی هرات که متاسفانه فعلا توسط اشخاص غصب شده، اینا از 30 الی 40 سال گذشته کادستر شده به اسم اشخاص، در این زمان های اخیر نشده. ما گفتیم به هر زمان که شده باید زمین دولت از مردم گرفته شه. یک نفر بالای زمین دولت فعلا زمین در اختیار داره، باید اسنادش خواسته شه، باید مطالعه شه که تو به اساس چی به این منطقه قرار داری. یعنی توانایی ازیر داره شهرداری هرات که این زمینا رو دوباره از دست غاصبان زمین بگیره به اساس مدارک که شما اشاره کردید؟ بله، ما فقط همکاری پشتیبانی ولایت هرات، مقام ولایت هرات و همکاری ریاست عراضی به این مسئله ضرورت داره. متاسفانه از طرف ریاست عراضی هرات تا به حال اوت همکاری هایی که ما ضرورت داشتیم نبوده. اونا پیشنهاد دارن که به خاطر ازی که ما بیایم به مرحله اول محدوده ازی قبالا مشخص کنیم، فرمان رئیس جمهور باید باشه.
در حالی که این ضرورت میگه اولا باید ما تمام اداراتی که در این دخل یک چارچوب و محدوده و اسکی چه زمین مشخص شه، تعداد جریب از مشخص شه، چقدر از زمین غصب شده، کلن مسائل در صورتی که این ضرورت باشه ما ایر به مرکز روان کنیم و فرمان از رئیس جمهور بگیریم، این کار حتما ما میکنیم. ولی یک گروه هایی که این زمین ها را غصب کردن در حال حاضر در چی موقف هستند؟ گرچه که پیشتر شما خیلی با اطمینان صحبت کردن که مو توانایی را شهرداری هرات داره که در برابر غاصبین و در برابر کسایی که میخواین زمین های دولتی را غصب بکنن مقاومت بکنن. یعنی کسایی که این زمین ها را غصب کردن در چی جایگاه هستند؟ یعنی واقعا شما توانایی روبرو شدن با این گروه ها را دارین؟ اینا یک سلسل اشخاص، بعضی از اینا یک سلسل توفنگ سالار های، بعضی از این ارباب های، اینا اینقدر اقتدار و قدرت ندارن که دولت بتونن به چالش بکشن. در صورتی که همه اداراتی که در سکتور شهری کار میکنه اینا همراه ما همکاری کنه، ولایت هرات همراه ما همکاری کنه، ما بدون هیچ مانعی به شکل بسیار سلسله مراتب و قانونی زمین ها را از این مردم پس میگیره. یعنی شما خواهان همکاری ادارات مربوط هستین؟ گزارش های وجود داره که می افراد که زمین های دولتی را غصب کردند در خود شهرداری هرات هم نفوذ دارند. آیا چنین مواردی را شما شاهدش بودین که گروه های باشند در داخل خود شهرداری هرات که در تبانی با این گروه ها کار بکنند؟ قبلا در شهرداری هرات یک سلسله مشکلات بسیار زیادی موجود بوده، ولی خوشبختانه فعلا در تیم مدیریتی شهرولی هرات یک گروه بسیار جوان کار میکنه و اشخاص فاسد و کسانی که به این مسائل مرتبط بوده کلا از این وظایف برکنار شده. احتمال وجود داره که در بعضی از بستهای شهرولی، چون شهرولی یک نواد بسیار کلانه، بعضی اشخاص فاسد موجود باشه، ولی در موقعیت اینیه که بتونه تصمیم گیری بکنه. و در قسمت توسعه شهری در خود شهر هرات چی کارهای عملا با آمدن شما در پست شهردار هرات صورت گرفت؟ بله، از وقتی که ما کار خود شروع کردم، ما بالای ماستر پلان شهری را در تمرکز اصلی داشتیم، خصوصا در بخش گرفتن نقشه های خانه ها، خانه های مسکونی و رهایشی بسیار کوشش کردیم. امرای ریاست شهرسازی را نشستیم و یک میکانیزم بسیار مشخص جور کردیم، طوری که هر شهروند با مراجعه به شهرولی میتونه به مدت زیاد بسیار کم امی نقشه خانه خود به بخش رهایشی و مسکونی عکس کنه. در این رابطه قبلا مشکلات بسیار زیادی بوده و در پلو از او ما یک کمیسیون بسیار قوی داخلی شهرولی را ایجاد کردیم که اینا به شکل بسیار منظم روزانه از روند خانه های خود سر جلوگیری میکنن و روند رو آوردن مردم به نقشه ها و ساختن خانه ها به اساس نقشه های شهرسازی و شهرولی بسیار افزایش پیدا کرده. گفته میشه که شهرداری هرات هزارها جریب زمین روی کاغذ به مردم ولایت هرات توزیع کرده، در حالی که عملا زمینش وجود نداشته. آیا چنین گفته های صحت داره و عملا شما چنین کار را انجام دادیم؟ قبل از اینکه ما به رئیس شهروال هرات کارش خود شروع کنم، متاسفانه بعضی موارد وجود داشته. در قسمت غرب شهر هرات یک شهرک بوده به نام تقینقی و این شهرک در اختیار شهروالی قرار داشته و مسئولین وقت شهروالی یک مقدار از زمین های زیر به شکل خیالی برای مردم توزیع کردن و بعدا برای از پول هم از نا اخذ شده، ولی یک مدت زمانی که تیر شده بعضی از مسئولین در داخل شهرولی اینها با بعضی از غاصبین یک ساخت و باخت انجام دادن و به عوض ای که این شهرک به شکل معیاری تیمار حال کنن و مردم توزیع کنن، این خودشان غصب کردن. و ما وقتی کار خود شروع کردیم، ما سروی این زمین شروع کردیم در حدود 9000 جریب زمین ساحات تقینقی و ایره به مقام ولایت پیشنهاد کردیم و بعد از تاییدیه جلسه اداری ولایت تصمیم به این شد که دوباره زمین از طریق شهرسازی نمره بندی شه، از طریق عرایضی تصفیه شه و به اختیار شهرولی قرار داده شه که روند توزیع از این شروع شه. متاسفانه باز در عرایضی ما یک مشکل ایجاد شد که ریاست عرایضی، چون وقتی که این کار انجام شده بوده پیش ازی بوده که ریاست عرایضی افغانستان تشکیل شده بوده، این زمین او زمان به جمع ولسوالی زندجان بوده، ولی ریاست عرایضی افغانستان فعلا ادعا میکنه که چون آل ریاست عرایضی موجوده، این زمین باید وقتی که تصفیه میشه به شکل رسمی از عرایضی به شهرولی انتقال داده شه. بیننده های گرامی، پرسپال همچنان ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه.
بینده های گرامی، باز هم به ادامه پرسپال خوش آمدین. آقای نیایش، یعنی هنوز هم این مشکلات پا برجاست، ولی یافته های شما چی بوده؟ چی افراد واقعا مانع کار توسعه در شهر هرات میشن؟ موانع توسعه در شهر هرات، شما گفتین بله. که گروه های مافیایی هستند، گروه های قدرتمند زورگو و تفنگ سالار هستند، اما مشخصا واقعا این گروه ها کی هستند که همیشه مانع کار توسعه در داخل شهر هرات میشه؟ ما دو گروه داره که مانع کارهای شهرولی میشه، یک گروه مردمان بیرون از حکومته و یک گروه متاسفانه مردمانی که در حکومت کار میکنه. مردمانی که در حکومت کار میکنه مشکلات بسیار زیادتری برای شهرولی هرات ایجاد میکنه تا کسانی که بیرون از حکومت کار میکنه. مثلا کیها؟ به طور مثال ما در خود مقام ولایت بسیار مشکلات زیاد داریم. یک سلسله بسیار پلان های زیاد شهرولی در ولایت متاسفانه باقی مونه و سیستم های کاغذ پرانی میفته. متاسفانه شخص ولی هرات یک آدم بسیار محافظه کاره و در بخش تطبیق پلان های حکومتی قاطعیت زیاد نداره. بیشتر وقتا وقتی که ما امرایش صحبت میکنیم، میشینیم راجع به یک طرح یک پیشنهاد، کلا مسائل فاینل میشه، نهایی میشه. وقتی که ما به طرف اجرای کار میریم، باز به مشوره چند شخص مغرض یا مضر کار مختل میسازه و به جنجال میندازه. یعنی دلیلش شما در چی میبینین؟ فکر میکنین که توانایی عملی سازی برنامه ها را ولی ولایت هرات نداره، یا ای که هراس داره از گروه هایی که عملا شما به عنوان گروه های مافیایی نامین؟ احتمال گزینه دوم شاید بیشتر باشه. من یک مثال برای شما میدم که ما در سال 1395 تصمیم داشتیم که یک مقدار چوک های بسیار زیبا در داخل شهر ایجاد کنیم و از طریق بخش خصوصی. این کار ما کردیم، امرای ولی صاحب نشستیم، اونا پیشنهاد ازی کردن که یک میکانیزم جور شه که ادارات مختلف در اونا دخیل باشه. ما بالای از این میکانیزم ماها کار کردیم، ایر نهایی کردیم، ولی صاحب منظور کرد، شهر ولی منظور کرد. ما برای مثال یک منطقه به نام چوک گلهار کارش شروع کردیم. یک شرکت خصوصی حاضر شد که $100,000 آمریکایی مصرف کنه و یک چوک بسیار معیاری بسازه. ما چوک به اساس مسائل فرهنگی و مسائل تاریخی را دیزاین کردیم، تا مراحل کردیم. تمام همو کمیسیونی که ولیس موظف کردی بود، مثل اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، شهر ولیس، ریاست سکتوری ولایت، اینا کلش ایره منظور کردن. ما ایره تایید کردیم، ولیس قرارداد منظور کردن، کار ازی شروع شده. امروز کار ازی به حدود 30-35% رسیده. ولی ولی صاحب دو روز پیش باز مکتوب روان کرده که ایره ما نمیخواهیم ایره استاد کنیم. و علتش اینه که چند نفر میایم به شکل بسیار غیر مسلکی به ولی صاحب نظریات میدن و ولی صاحب راجب تصمیمی که میگیره بسیار مصمم و قاطعیه. یعنی شما به طور نمونه از یک چوک یاد کردین. گزارش های وجود داره که چندین چوک در ولایت هرات، یعنی کارش شما آغاز کرده بودین اما عملا متوقف است. موارد دیگه هم ربط با همین موارد داره یا مشکلات دیگه؟ بله، این کیسه. ما در منطقه درب خوش و مصرفیت دو چوک تیمرایل کردیم، فاینل کردیم، ایره امروه همی دوستان شریک ساختیم. متاسفانه یک سلسله دلایل بسیار غیر موجه این دوستان ما میارن. یکی مثلا یکی از ریاست ها پیشنهاد کردن که ما چوک نمیخوایم، در عوض زو ما میخوایم تندیس یک نفر باشه اونجی که از نگاه مذهبی با ما بسیار مشکلات خلق میکنه. متاسفانه چندین کار چوک ها همیته به جنجال های افتاده و یک بدبختی کلانه، یک نمونه بسیار منفی و بخش خصوصیه. شما وقتی که یک مسئله بسیار به سیستم های کاغذ پرانی میندازیم، شرایط برای استفاده مقامات دولتی است آماده میشه. یعنی اونا شرایط آماده میشه که شرکت زیر فشار بیارن، از اون شرکت اخاذی کنن و دوباره بخش خصوصی به هیچ عنوان حاضر نمیشه که امرای شهر ولی و حکومت کار کنه. ما یک جنبش بسیار مثبت شروع کردیم بودیم، ولی امروز بیاک عکس العمل بسیار منفی و غیر اکادمیک مواجه شدیم که این بسیار یک نمونه بد برای هرات میتونه باشه. پیش از این رئیس جمهور دستور داده بود که تمامی زمین های دولتی در ولایت هرات در اختیار شهرداری هرات قرار داده شود، اما شما از برنامه هایی که یاد کردین عملا نشان میده که نتایج در دست ندارین به خاطر به دست آوردن زمین هایی که غصب شده. یعنی پس از این برنامه های شهرداری هرات واقعا چی است به خاطر آنچه را که رئیس جمهور دستور داده بود و شما عملا این زمین هایی که غصب شده در اختیار شهرداری بگیرید؟ من یک پلان داشتم و به جناب رئیس جمهورم این پلان مطرح ساختم و پلان ما طوری بود که برای مرحله اول ساحات شهر هرات مشخص شه، بعدم تمام اراضی دولتی که در داخل ساحات شهر اینا در صورتی که کدام ریاست های دولتی به این زمین ها کدام پلان ندارن، این زمین ها مستقیما به شهر ولی انتقال شه، شهر ولی به کمک شهرسازی به یک پلان بسیار واضح و مشخص
و اساس ماستر پلان شهری میسازه و از اینا یک چشمای آیدیتی جور میکنن. از طریق قانون زمینداری، از طریق مشارکت و بخش خصوصی ما میتونیم پارکار ایجاد کنیم، مارکتار ایجاد کنیم، پارکینگار ایجاد کنیم، مناطق مختلف خدمات شهری ایجاد کنیم که اینا چشمای آیدیتی خوب برای شهرولی ها میباشه. یعنی هنوز هم تمامش آنچه که شما میگین روی کاغذ است. بالاخره چی وقت ما شاهد عمل چنین پروژه ها در ولایت هرات خواهد باشیم؟ اینا از یک سلسله طی مراحل های بعد بگذره. متاسفانه در این رابطه تا به حال مقام ولایت هرات قاطعیت نشون نداره. شما طوری که به جریان هستین، سیستم اداری افغانستان طوری است که ولی رئیس آمر عطا تمام صلاحیت‌ها را در اختیار قرار داره، در اختیار داره، و در صورتی که تمایل و قاطعیت در رأس هرم موجود نباشه در ولایت هرات، به هیچ عنوان ما به این مسائل کامیاب نمیشیم. انچار ولی یک بخشی از سکتور شهریه، از جانب خود مسائل کلا پیش میبره. متاسفانه وقتی که به ریاست های دیگه یا مقام ولایت میرسه اینا کلا راکت میشه. به طور مثال برای شما میگم، ریاست حج و اوقاف فعلا در داخل شهر هرات حدود 500 جریب زمین در مرکز شهر داره و این زمین ها رو در داخل شهر گندم کشت میکنن سالانه. احتمال داره که سالانه 500 هزار افغانی از این اوایچ، اما اگه او به دست شهرسازی و شهرولی باشه، او یک پلان منظم میسازه، مناطق مسکونی تجارتی به صدها میلیون دلار سالانه میتونه از عواید باشه. رئیس جمهور که دستور داده، یعنی مشکلات در کجا است که شما هنوز هم تعلل میکنین به خاطر گرفتن این زمین؟ رئیس جمهور دستور کتبی نداره. رئیس جمهور علاقمندی خود به این مسائل نشان داده و کوشش شده که در همین قوانینی که فعلا در حال طی مراحل که از کابینه پاس میشه، مثل قانون شهرولی ها، شهرسازی، قانون استملاک و قانون زمینداری، این مسائل به او گنجانه بده. با موجودیت گروه های مافیایی به عنوان جنبندی بس، اگر بگوین پس با چنین وضعیت شما فکر میکنین که موفق خواهد شدین ماستر پلان شهری را در ولایت هرات عملی بکنین؟ ما کوشش میکنیم، چون متاسفانه در طول از سال 2001 به این طرف به مسائل شهرولی ها هیچ توجهی صورت نگرفته. فعلا قانونی که شهرولی ها به اساس از کار میکنه یک قانونی از زمان طالب ها، تا به حال حتی قانون جدید نشده که به اساس از او ما بتونیم نیازمندی های امروز شهری برآورده کنیم. ولی این یک چیز نوه. حکومت جدید از وقتی کار خود شروع کرده راجع به مسائل شهری بسیار توجه داره، خصوصا شخص رئیس جمهور. بالای 4 قانون اساسی سکتور شهری کار شروع شده، اینا نهایی شده و ما امیدواریم که به زودی از کابینه پاس شه. یک دستاورد بسیار کلانه و ما مجبوریم استپ به استپ آیستا آیستی مراحل طی کنیم، چون به یک مقاومت بسیار شدید بعضی کسان در داخل دولت این مسائل حمایت نمی کنند، بعضی کسان بیرون از دولت سیستم های مافیایی وابسته هستند. ولی ما به این معنا نیست که کوشش های اولیه کردیم و تسلیم میشیم، ما این ادامه میدیم. در قسمت شرق ما بالای قوالی شهرولی کار میکنیم، به انواع و اقسام مختلف فشار میاریم تا ادارات همراه ما همکاری کنه. ما امیدواریم که جناب رئیس جمهور به رئیس های عراضی افغانستان و وزارت حج و اوقاف این مسائل متذکر شوند که همراه شهرولی ها کمک کنند، که شهرولی ها میخواهند یک پلان بسیار منسجم در داخل شهرها داشته باشند و زمین های بکر و بایری که در داخل شهرها موقعیت داره یک مشکلات ایجاد کرده برای مردم، اینا باید به شهرولی ها انتقال شه و شهرولی یک پلان بسیار خوب بزن داشته باشه. سپاسگزارم از حضورتون. سلامت باشین. سلامت باشین.